تازه د دل خو مو گفتم کې سایکو بک گراوند چقدر قشنگه. آره واقعا قشنگ است، واقعا قشنگ است. هر چقدر که توصیف کنی کم است، چون که به نهایت زیباه و وقتی که دهی بلندی بشی کاملا مشرفه دیگه، اما کل جایش را آدم مینگیرنه و فوق العاده است. هوا هم خیلی خوش نیه؟ بله بسیار خوش است. وسط تابستان است، یعنی مای این امروز 28 اسد است به نظرم. مای اسد مای وسط تابستان است، یعنی اوج گرمی و همه چیزا. اما دی ما معمولا بارندگی هم صورت میگیره و ما امروز در اینجا که نه، در دور اطراف شاید بارندگی ها بودیم، خصوصا طرف انگوری و جاها خیلی بارش کرد و به احتمال زیاد اون از اونجا که قلارومی است شاید تا شاور سیل باید. در خانه از ما که بارش کرد، در خانه از ما که پیش خانه از ما که سیل جاری شد. واقعا شاید شما در یک اقلیم خود مختار زندگی مونید. یک بام دو هوا که میگه مترسه، اما نه دیگه تو خواب بوده بارش شاید باریده و رفتن. اما اون قسمت ها هنوز به نظرم بارش مبارد، چون تا همی دقیقه پیش دوستا دغدغ از آسمان می آمد، ولی هوا همی لحظه درود دوستای عزیز، وقتی کلگیشم بخیر باشه، امیدوارم که کلگیشم خوب و خوش باشین. همی تا همی لحظه پیشتر را آسمان دغدغ میکرد، بارش بارید در منطقه از ما، بسیار گرم است، اگر هم دمیش است که هیچ جا آدم احساس راحتی نه، حتی شوام بعض وقتا گرم میشه، ولی اینی بارش اما یک کمی هوا را خنک کرد، خنک شد، خصوصا در لب دریا هوا خیلی خیلی خنک شده. ما در مورد بکگراوندی که تو در او قرار داری گپ زدم، اما بکگراوند از مرسی چقدر یک جغرافی های متناقضه سبس. آره 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 مرقم است، مرقم کوهای جغری خیلی چی است، خیلی خشین و پرسنگ است. مثلا اون قسمت را اگر آدم توخ کنه اصلا هیچ چیز خاصی درش دیده نمیشه، فقط سنگ است. یا هم بخاطر است که شیریان آو کسته، یعنی منطقه را در بر گرفته، رئیس عبدالله خان هم کسی که جوی را کشیده، میگرنید خط جوی را، یعنی خط جوی هستن. آره. کسی که برای اولین بار معارف را در جاغوری آورد، مردم را وادار کرد که درخت هایی که مسمیر است را کشت کن. آره. مردم دو میزد، ملاها در برابر شستا شد که یعنی چی تو مردم را به کفر و الحاد تشویق منی؟ چقدر یک تهجور تهجور، چه وقت داشت نکست تهجور ها نجات پیدا کنیم. اما نتیجهش میگیرید که بخشه مثلا صدها خانه، اینجا صدها خانه صاحبی آب و نان شده و در پالویش یک منظره بی‌نهایت زیبا را با وجود آورده، که اگر که او جوی نمو بود شما مثلا نمیدیدید اونو خانه قشنگ را که در بین از او درخت ها پنهان هستن. آره. و گم هستن، شما نمیدیدین او خانه را که توی قدر زراعت، توی قدر درخت، شما نمیدیدین طبیعیه. چرا؟ چون پشت جوی رو میگیرنید دیگه، که و سنگ هسته و تک و تو خانه و چند دونه نیال. آره. و تمام اگر جوی نمو بود اونو مرخم بود. واقعا مرقم بود. ما همی تا می چند ساعت پیش بسیار هوا گرم بود دوستان، گرمی آزاردهنده بود، یعنی به صورتی که آدم نمیتونست تا 5 بجه از خانه برشونه. اینا هنوز ساعت 5 بجه نشده، اما چون باران کرد هوا خیلی خوش خنوگ و مرطوب شد. باز به این خاطر ما گفتم که زهرا جان، گفتم که بیا که بریم یک کمی بیشی و ای هوا را حداقل ای هوا را از دست ندید. اما نم وامونو چی چی هست که اون طرف پیش مایا پیشتر دیدین دوستا در اون نقطه بود، آل ده اونجا رسیده، این آل ده بلی چال هست، چی ممدگ هست این حرکت نه، اونو تیکه از غبار مثل غبار وریست، ولی شاید هم بارش باشه نمفهمم.
اون دامنش از اون طرفش رشت. اوه این طرف هم این اینی طرف هم اینجا هم رسید. کم من دبله آقیل برسه. خاکباد است احتمالا. مثل که خاکباد داره. سبوک است. باری شروع نیست. سرعت چه زیاد است. اون در قسمت هم برسه. این سیل نه. سیل نه از دریا. سیل نه. احتمالش زیاد است. بخاطر که او طرف ها دیده خیلی در دغلا زیاد بود و خیلی باریش زیاد کرد. به حساب اتمن سیل می. اون روز دیگه یاد من در رحمت جان داخل او که ششتدی نامت از داخل او سر بلا ما رفتم که او چلتاخش دارفت. تقریبا رنگ او تاریک شد. یعنی این اتفاق خیلی زیاد مفته در تابستان که آو دریا یک دفعه چلتاخ شد. باش مکفت دریا رو برم اگه اول از دریا بگیرم. بیشی تو اینجا خواه؟ خوبه. بیشی باد نبرد تو را؟ این سال خیلی یک سال نیکو بود تابستان چه؟ نیکو به این خاطر که همه او تبارندگی شدید نکد که کشت زراعت مردم رو خراب کنه، سیل هم نماد که زمین مردم رو خراب کنه. این حال تقریبا مردم محصول خود گرفته، فقط عشقه مانده. پیشتر دیدم مردم رو میگفت که این بارش کسایی که عشقه خود در سرزمین هست اگر زیادتر باره فقط عشقش زره نه دیگه و هیچ. دریا هنوز رنگش کاملا طبیعیه. دیدین دبلی ممدک رسید؟ کوی ریس کاملا گرفتم. فعلا دبلی دولنه هستم. اون تا پیش من. فعلا وضعیت دریا کاملا نرمال هستم. سیل نمده؟ نه. خوبه. ولی متوجه شده رحمت جان این طرف ها حتی اگر سیل هم باید او قدر زیاد و ایرانگر نیست. پارسال وقتی که طرف مالستان مرفتی سر را دیده که سیل چی وضعیتی که در داخل نیالا سنگای خیلی کلان را ارداد. باور آدم نمیشد که توان آو امی قدر و ایرانگر است، امی قدر میتونه تخریب کنه. دقیقا خیلی چیز وحشتناک. صدا باد خیلی خطرناک داره. یعنی بادم لازم وزیش باد رو من احساس نمیم. اون سعی کن نیالای که دبلی دریا هست شک نیه سیل باید. این سعی کن. آره احتمالش زیاد است. در حال کنو قسمت ها شور نمخره. آره میتونه یک نشانه باشه ای. ما دیدم این نشانه را. این قبلا این میتو بوده، این میتو سیل هم دفسن. نه اول باد چه میه. آره به احتمال زیاد میه. اما زیاد جای نگرانی نیست. با خاطر که بابا میزانی که در دیگر جای وضعیت خراب میشه، در اینجا قدر نمیشه. در اینجا بابا اندازه نمیشه. خود در هر روی دوستای عزیز امی ما ویدیو رو قطع کنیم که راستی سیل نه یک وقت امی باد چستن اگه سیل امات بازبخشش میشان میدی. فعلا وقتی کل گشم خوب و خوش. خدافیشم از اگر ارتفاعی خیلی نسبتا بهتر. ما اینجا مادم که اگذر ریسیت کنم خود خورم چیزی هست هرم؟ نجا وقت خوش خدافیش.